أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خدای تبارک و تعالی در قرآن کریم فرموده است بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. دل همین جوری که در روایات داره، در روایات وارد شده، یک نقطه سفید روی دل هست. اگر انسان کار خیر کرد، طاعت کرد، دست دیگران را گرفت، سعی در هدایت دیگران کرد، این یه نقطه سفید دیگه پلوش میاد. بعد یه نقطه سیوم، چهارم، تا کل قلب، قلب پاک میشه، قلب سفید میشه. این انسان میشه ابوذر. ابوذر چطور ابوذر شد؟ اینجور شد. این انسان میشه سلمان. این انسان میشه سید بحر العلوم. این انسان میشه شیخ مفید و شیخ طوسی. این انسان میشه جابر بن عبدالله انصاری. این انسان میشه حبیب بن مظاهر. این انسان میشه علی ابن مهزیار. اینا چجوری اینجور شدن؟ خورده خورده این سفیدی ها زیاد شد در قلب تا کل قلب شد قلب سفید، قلب پاک. اما اگر انسان گناه کرد رو گناه، معصیت رو معصیت، ظلم رو ظلم، یه گناه که میکنه روایت داره یک نقطه سیاه در قلب پیدا میشه. استغفار اگه کرد این نقطه سیاه محو میشه، اما اگه استغفار نکرده یه گناه دیگه کرد، یه نقطه سیاه دیگه میزنه، یه گناه سیوم کرد، یه نقطه سیاه سیوم. و همینطور اگر همینجور گناه پی در پی انجام داد، ظلم پی در پی کرد، به زن بچهش ظلم کرد، به همسایه ظلم کرد، به مشتری ظلم کرد، به شریک ظلم کرد، به دیگری ظلم کرد، این های نقطه های سیاه جمع میشه تا به جایی میرسه که کل قلب، کل دل میشه سیاه. این دیگه جای نور توش نیست. این دیگه موفق به طاعت نمیشه، موفق به خیر نمیشه. دل اینجوری، صاحب این دل، این میشه هارون عباسی، این میشه ابن زیاد، این میشه شمر، این میشه امثال اینها که دل کلش سیاه شده. یهو نمیشه. قرآن کریم فرموده بل ران على قلوبهم، یعنی چیره شدن هوا و هوس. در بعضی اصطلاح تعبیر میکنن به زنگ زدن. یه وقت آهن کم و زیاد پیدا میکنه، قابل اصلاح هست. یه وقت زنگ میزنه این آهن، دیگه پوسیده شده، این دیگه قابل اصلاح نیست. در عربی فصیح تعبیر ازش به رین میشه، که این هوا و هوس ها چیره میشه، استیعاب میکنه، دیگه مجال نور، مجال پاکی، مجال خیر تو این دل پیدا نمیشه، کل دل میشه سیاه. وقتی یهو هم نمیشه، یک جا نمیشه. این قرآن کریم فرموده بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، اون کارهایی که خودشون کردن جمع شد، اینجور دل شد سیاه. وقت این دیگه
جای نور نداره، قابلیت نور از بین میره. البته به اختیار خودش این کار کرده، ماکانو یکسبون، به اختیار خودش کاری کرده که دیگه قابلیت نور رفته از بین. در کتب حدیث شریف وارده نسبت به حمید بن قحطبه که یکی از اطرافیای هارون عباسی بود، این یکی از رفقای حمید بن قحطبه که اسمش هم توی کتب روایت ذکر شده، این میگه آمد خراسان نزد حمید بن قحطبه روز ماه رمضان، دید حمید بن قحطبه سفره انداخته داره غذا میخوره. به حمید بن قحطبه گفت مگه مسافری؟ گفت نه. گفت مریضی که روزه میخوری؟ گفت نه. گفت پس چرا روزه میخوری؟ گفت من یه کارایی کردم که دیگه روزه به دردم نمیخوره. یکی از کاراشو برای اون شخص ذکر کرد. گفت یه شب هارون فرستاد پی من اومدم. گفت چقدر تو از خودگذشتگی نسبت به ما داری؟ چقدر حاضری فداکاری نسبت به ما بکنی؟ گفتم به جانم و به اموالم، حاضرم جانم را در راه شما بدم، حاضرم مالم را در راه شما بدم. گفت خب برو. منم برگشتم خونه، یک قدری خیلی نگذشته بود که دوباره همون خادم هارون، خادم خاصش، اومد دنبال من. گفت هارون میخواد تو رو. گفت این بار ترسیدم، گفتم نکنه میخواد منو بکشه. فقط بار اول شاید خجالت کشیده، حیا کرده، من دوستشم، رفیقشم. طواغیت ظالمین یک پی کسی میفرسته اون وحشت میکنه. چرا؟ چون ظالمه. اگر فرستادن پی کسی که وحشت نداره، ظالم با یه دونه اراده کوچکترین کم و زیاد طرف رو میکشه، شکنجه میکنه، تکه تکش میکنه. وقتی رفیق هارون ظالمین همه همینجورن، طغات همه همینجورن، اون نزدیکترین شخص بهشون در یک لحظه وحشت شدید میکنه ازشون. حمید بن قحطبه با اینکه رفیق هارون، رفیق دیرینشه، میگه بار دوم که فرستاد پیام وحشت کردم، گفتم نکنه میخواد بکشه منو. اما خب رفتم، چاره ندارم، فرستاده پیام، خادم خاص هارون اومده دنبالش. اومدم هارون حرفش تکرار کرد، گفت چقدر فداکاری برای ما داری، چقدر گذشت داری در راه ما. گفتم به جانم و مالم و خانواده ام و فرزندم یا فرزندانم، اینا رو حاضرم فدای شما بکنم. گفت خب برو. رفتم، هنوز چیزی نگذشته بود، باز خادم هارون بار سیوم اومد دنبال من. گفت هارون میخواد تو رو. رفتم بار سیوم، هارون تکرار کرد. گفت چقدر از خود گذشتگی برای ما داری؟ منم گفتم به جانم و مالم و اهل و اولاد و دینم، همه چیز رو در اختیار شما میذارم، همه چیز رو فدای شما میکنم، جانمو، مالمو، خانوادمو، اولادمو، حتی دینمو. گفت حالا که اینجوره این شمشیر رو بردار. هارون گفت، هارون منتظر این کلمه بود که این بگه من دینمم به تو دادم. البته دینش رو داده بود، کسی که دینش رو نداده اینجور نمیگه، بعد اینجور نمیکنه. گفت به من گفت این شمشیر رو بردار، با این خادم برو، هر جا میبره تو رو، هر چی میگه عمل کن. میگه با خادم آمدیم نصف شبی توی خانه وارد شد و رفتیم زیر زمین. یک چاه عمیقی بود اونجا، کنار این چاه سه تا در اتاق بود. یک در را باز کرد، 20 تا از اولاد علی و فاطمه صلوات الله علیه ما تو این اتاق بودن، جوان و پیر. بهم گفت اینا یکی یکی گردنشون رو بزن،
حمید ابن قحطبه میگه گردنشون رو زدم، جسداشون رو انداختم تو چاه. یه اتاق دیگر رو باز کرد، باز 20 تای دیگه از اولاد امیرالمؤمنین و حضرت زهرا صلوات الله علیهما در اون اتاق بود. گفت اینا رو هم گردنشون رو بزن. یکی یکی با اون شمشیر زدم گردنشون رو، کشتمشون. حمید ابن قحطبه میگه انداختمشون تو اون چاه. چاه عمیق بزرگی بود. اتاق در سیوم را باز کرد، در اتاق سیوم را، اونم 20 تا باز، همشون سادات و اولاد امیر المؤمنین و حضرت زهرا علیه و صلات و السلام بودن. اونا را هم گفت کشتم اون 20 تای دیگرم، 60 تا را در یک شب سر بریدم. گفت و انداختشون سر برید و انداخت توی چاه. حمید ابن قحطبه به رفیقش که ازش پرسید ماه رمضان چطور روزه میخوری؟ حمید ابن قحطبه گفت با این وضع دیگه روزه به درد من میخوره؟ این چرا اینجور میشه؟ روز اول که اینجور نبوده. این وقتی که به دنیا اومده، بچه بوده، بزرگ شده، نوجوان شده، جوان بوده، اینجور که نبوده. این همین ظلم، ظلم، ظلم که یک شب همین ظلم. در یک نیمه شب 60 نفر پیر و جوان از اولاد حضرت امیر و حضرت زهرا علیه السلام، اینا هر کدومی کس دارن، پدر، مادر، زن و بچه، برادر، خواهر، بی خبر، بی اطلاع، تا آخرم، تا روز قیامتم خبر از هرشون پیدا نمی کنن. این 60 در چه شرایطی اینجا زندگی می کنن؟ چقدر وقت اینجا بودن؟ در چه حالی بودن؟ چطور میشه یه انسان اینجور میشه؟ یه عاطفهش کجا میره؟ عاطفه رو خدا خلق کرده در انسان، عاطفه داره انسان. انسان گرگ نیست که از اول از خلقتش گرگه. انسان درنده نیست به خلقتش مثل درنده های دیگر. چرا اینجور میشه؟ این همون ران علی قلوبهم میشه. این شهوات و هوا و هوس، اینا قلب را تلف میکنه، قلب را از بین میبره، قلب را از قلب بودن عوضش میکنه، میشه سیاه، میشه یه قطعی که دیگه جای نور، جای پاکی، جای خیر نداره توش. نسبت به یکی دیگه از طواغیت زمان خود ماها که خیلی مظالم داشت، نسبت به اون نقل میکنن که یه وقتی قصه سیاسی وسط شده بود، خودش یکی از رفقاش فرار میکردن تو صحرا، شب یه جایی میرفتن گرسنه تشنه، یه خیمه دیدن این صحرانشین ها، این اهل خیمه نشین ها، عادتا یک کسی که مهمان براشون بیاد ضیافت میکنن، یعنی غذا میدن، آب میدن، جا میدن استراحت کنه. میگه اینا رفتن تو اون خیمه و صاحب خیمه هم ضیافتشون کرد، غذا داد، آب داد، شب بود، نصف شب بود، اینا هم همونجا تو خیمه خوابیدن. اون ور خیمه همین مرد با زن و بچهش خوابیده بود. اینا وقتی که فهمیدن صاحب خیمه این شخصی که یکی از طواغیت زمان ماست، وقتی که فهمیدن صاحب خیمه خوابش برده، یک سلاحی، یک تفنگی اوزون بود تو خیمه، اینا به هم دیگه گفتن ما پاشیم فرار کنیم، این تفنگم با منو برداریم، به درد ما میخوره تو صحرا. خب یه بچه همون جا خوابیده بود پلوی اینا، یه بچه شیرخوار. اینا فکر کردن اینجوری که اگه ما بیرون اومدیم این تفنگو برداشتیم، حالا این مرد خوابه، اگه اتفاقا این بچه گریهش گرفت، گرسنه شد، تشنه شد، گریهش گرفت و صدای گریه این بچه، این صاحب خیمه بیدار شد، دید ما نیستیم و دید تفنگش نیست، دنبال ما میاد، به نتیجه شاید یه سلاح دیگه داره. اینا واسه این که این بیدار نشه، نقل میکنن که این مرد، این طاغوت که نامرد البته،
این پاشو گذاشت رو دهن این بچه شیری و محکم فشار داد تا نفسش قطع شد، تا مرد این بچه. ساکت شد و فرار کردن رفتن. این انسان چطور اینجوری میشه؟ چطور به اینجا میرسد؟ انسان به طبع عاطفه داره، این عاطفه اذیت میشه، ناراحت میشه از گریه یه دونه بچه. این دل چه دلیه؟ چجوری دل اینجور شده؟ این همون ران علی قلوبه، این همون نقطه های سیاهه که هی جمع شده، دیگه دل شده پوسیده، مثل آهن پوسیده، دیگه قابل اصلاح نیست. این خورده خورده میشه اینجوری، یه هم نمیشه. قرآن کریم هم فرموده این رانه علی قلوبهم بما کانوا یکسبون، یعنی به کارهایی که خودشون انجام دادن. یه ظلم کرد، پشیمون نشد که استغفار بکنه، یه ظلم دیگه کرد، استغفار نکرد، یه گناه کرد، استغفار نکرد، این ظلمات جمع شد، دل پوسیده شد، دل سیاه شد، دل دلی که جای هیچ پاکی و هیچ نوری و هیچ خیری دیگه درش نیست. انسان باید سعی کنه، انسان معصوم که نیست، گناه میکنه. حالا گناه بین خود و نفسش، بین خود و خدا، یا بین خود و دیگران. حق کسی رو میخوره، مال کسی رو تلف میکنه، به خودش ظلم میکنه، گناه بین خود و خدا انجام میده. این باید تصمیم بگیره انسان اگه یک گناهی ازش صادر شد بعد پشیمون بشه، توبه بکنه. توبه اینه که پشیمون بشه از این کاری که کرده، تصمیم بگیره تکرار دیگه نکنه. اگر اون گناه حق الناس بوده، مال کسی بوده، اهانت به کسی کرده، آبروی کسی رو برده، اون را تدارک بکنه. اگه پول بوده بهش بده، اگه آبروش رو برده یه جوری رد اعتبار بکنه براش، او را راضی کنه تا این سیاهی که در قلب در اثر این گناه حاصل شد، او سیاهی مبدل به سفیدی بشه، پاک بشه. اقلا وقتی که پاک بشه، قابل این باشه جای اون سیاهی یک کار خیری، یک کار خوبی، یک دستگیری از دیگران، یک احسان به دیگران، هدایت دیگران، راهنمایی دیگران، وقتی که اون سیاهی پاک شد، جاش نقطه سفید میاد. سعی کنه خورده خورده هر گناهی میشه نذاره این گناه بمانه. قرآن کریم فرموده والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم. آدمایی که قلبشون سیاه نمیشه چه جوریه؟ این گناه نمیکنن، اون معصومه که گناه نمیکنه. گناه میکنه، اما وقتی که گناه کرد بعد پشیمون میشه، به یاد خدا میفته و استغفار میکنه، وقت اون گناه پاک میشه، اون سیاهی از بین میره. انسان باید تصمیم بگیره اگر یک اشتباهی کرد، یک غفلتی کرد، یک گناهی کرد، به کسی ظلم کرد، آبروی کسی رو ریخت، اذیت کرد کسی رو، حالا زن و بچهشه، پدر و مادرشه، همسایشه، بستگانشن، آشناس، فامیله، تو سفر با هم هستن، همکاره، همکلاسه، اگه ظلم به کسی کرد یا ظلم بین خود و خدا کرد یا ظلم به نفس کرد، تصمیم بگیره که پشیمون بشه و استغفار کنه بعدش، استغفار کامل انجام بده. 100 تا گناه هم که کرد، هر کدومی بعدش اگه استغفار کرد، روایت داره التائب من الذنب کمن لا ذنب له، اون کسی که گناه کرد بعد توبه کرد مثل این که گناه نکرده. خدای تبارک و تعالی میپذیره مثل کسی که گناه نکرده. تو بعضی روایات داره اگه آدم توبه کرد، ملائکه مثل ماها نیستن که فراموشی داشته باشن، فراموش کنه یه چیز را. اگه 1000 تا مطلب به ذهنش
فراموشش کنه. ملائکه فراموشی ندارن و هم ملائکه که موکل به افراد هستن و حساباشون رو می نویسن و تو ذهن خودشون هم هست، روایت داره کسی که توبه از گناه کنه خدا حتی اون ملک ها رو یادشون میبره، که این ملک ها وقتی اینو میبینن نمیبینه این همونیه که فلان گناه کرده. خدای رؤوف رحیم، کسی که گناه کرد اگه توبه کرد، اگه تدارک کرد اون گناه را، اون نقطه سیاه میره از بین، حتی ملائکه را خدا انسا میکنه، یادشون میبره. انسان باید این تصمیم رو بگیره، اگر نه نجات نمیاد از این نفس اماره بسو. نفس اماره بسو یه وقت غضب میکنه، یه وقت شهوات دیگه داره، شهوت غریزه جنسیه، شهوت حب الظهور، شهوت تغلب و طغیان بر این و اونه. اما هر گناهی اگر کرد تصمیم بگیره که استغفار کنه، اون گناه سیاهی محو بشه. این آدم آخرش میشه ابوذر، این آخر آدم آخرش میشه سلمان و عمار، این آخرش میشه زراره و محمد ابن مسلم و ابن ابی عمیر، این آخرش اینجور آدم ها میشه. این را انسان باید تصمیم بگیره، اگر نه تصمیم نگیره همون ران علا قلوب هم میشه خورده خورده. امیدوارم خدای تبارک و تعالی این توفیق را که اگر گناهی از انسان صادر شد توفیق توبه پیدا بکنه و بتوانه بعد از هر گناهی توبه کنه که محو بشه اون سیاهی گناه و اون آثار گناه. امیدوارم خدای تبارک و تعالی این توفیق را به همگی مرحمت بفرماید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.